به درست یا غلط، مثال گذاشتن نوشته در بطری مثال خیلی خوبیه. گفتم منم اغلب در کلاس هم از این مثال استفاده میکردم. اونم اینه که در حقیقت وقتی شما مرد رو توی بطری میذارید و میذارید توی آب، اگر که اشارات مستقیم به مرجع زمان، مرجع مکان و مرجع شخص نداشته باشه، در واقع متن قدرت ارجاعیش رو از دست میده. وقتی قدرت ارجاعیش رو از دست میده، طبیعتاً بسیار بسیار خانش پذیر میشه، یعنی پر از معما و ابهام. در نتیجه میل مثل مثلا فرض کنید که معمولی ترینش مثل موقعیت هایی که کارگاه داره از نشانه های موجود سعی میکنه به مثلا عامل قتل دست پیدا بکنه، یا وقتی منتقد ادبی با نشانه های موجود کوشش میکنه که آنچه که گفته نشده است پیدا بکنه یا بگوید. یعنی وقتی متن نه برای یک مخاطب واحد، این پاراگراف من کامل میخونم برای که این هم پاراگراف مهمیه، میگه یعنی وقتی متن نه برای یک مخاطب واحد بلکه برای جامعه‌ای از خوانندگان تولید بشه. خب برای که اون دو تا مثال اولیش، یعنی وقتی با دوستش حرف میزنه یا دوستش نامه میگیره، گوینده و مخاطب واحدی مورد نظرن، یعنی اون دوستش نامه رو برای همگان نمیگه. یعنی وقتی متن نه برای یک مخاطب واحد بلکه برای جامعه‌ای از خوانندگان تولید بشه، مؤلف میداند که اون نه بر اساس نیاتش بلکه بر اساس راهبرد پیچیده ای از تعاملات تفسیر می شود که خوانندگان و توانش آنها در زبان به مثابه گنجینه اجتماعی را شامل می شود. بسیار عالی، درسته. یعنی وقتی که شما یک کتاب، همین کتاب اکو رو میگیریم دستمون میخونیم، این یه نامه نیست که اکو به ما دوست برای ما نوشته باشه، یه متن نیست که برای مخاطبان گسترده‌ای در سراسر جهان نوشته شده و ترجمه های متعددی هم ازش در اقصی نقاط دنیا به زبان های مختلف شده. و حالا همچنین گفتم سواد نشان شناختی، این ما بر اساس توانشمون، یعنی همون کامپیتنس در واقع، که این کامپیتنسی ثابت نیست اینجا، بر اساس توانشمون و راهبردهای پیچیده یا تعاملات، یعنی تعاملات بین جامعه خوانندگان و این متن خوانده می شود. میگه خواننده این را می داند، این دیگه گفتگوی بین دو تا دوست نیست، توانش آنها در زبان به مثابه گنجینه اجتماعی. منظور از گنجینه اجتماعی آل توضیح میده نه فقط یک زبان مشخص با مجموعی از قواعد دستوری، بلکه کل دایره المعارفی است که ناشی از عملکرد آن زبان است. یعنی در واقع دانش دایره المعارفی، نه دانش فرهنگ لغتی. عالی، منم کاملا با این قضیه همسو هستم، ولی حالا بعد میگم که ناشی، یعنی قراردادهای فرهنگی که آن زبان تولید کرده است و خود تاریخ تفسیرهای پیشین بسیاری از متن‌ها، خود تاریخ تفسیر، دریافت متنی که خواننده در جریان خواندن آن است. این عالیه. فقط یه نکته میخوام به این اضافه بکنم، اونم این که امروز یک منتقدی مثل من به جای گفتن صرفا ببین وقتی ما میگیم توانش، دانش دایره المعارفی و قراردادهای فرهنگی، انگار جامعه رو یک کل میبینیم که اینا رو به مثل گنجینه در اثر یک شبکه پیچیده روابط بینامتنی دراز مدت و کنش و برهمکنش متون برهمدیگه و غیره درونی کرده است. اما به محصه که شما از منظر انتقادی، نه نقد، از منظر کریتیکال اپروچ دارید، از منظر انتقادی وارد میشید، وقت باید بگید که این ساده انگارانه است که ما فکر بکنیم که یه دایره المعارف، یک مجموعه قراردادهای فرهنگی، پس تکلیف در واقع قدرت، گفتمانهای در کشمکش با یک دیگه، گفتمانها و پاد گفتمانها، گروههای اجتماعی و در نتیجه گفتمانهای به حاشیه رانده شده یا سرکوب شده و غیر ذلک چی میشه؟ چه خیلی شیکه، انگار که یه جامعه وجود داره و این جامعه یه مجموعه قراردادهای فرهنگی و یک دانش دایره المعارفی تولید کرده. اما همون مثال ساده هدایت و رضا رهگذر و بعد فرزانه و بعد یه منتقد ادبی در برخورد هدایت نشون میده که ما همین قراردادهای فرهنگی اجتماعی و غیرمون رو باید به جاش از مفهوم گفتمان استفاده کنیم، به خاطر اینکه ما از منظر گفتمانهای متفاوت اون توانش خوانش متن رو فعال میکنیم و به کار میندازیم. این پرانتز آخر، موضع رویکرد انتقادی به
در واقع خانش متن بود که به جای مفاهیم کلی مثل رمزگان، مثل گنجینه اجتماعی، مثل دانش دایره المعارفی، عرصه اجتماع و عرصه تفسیر و عرصه کشمکش بین گفتمانی تلقی می کند.